سوم ما سرکار خانم مریم معظم‌زاده هستند، کارشناس ارشد شیمی و نماینده آقای کاظمی بروجردی که در مورد آخرین وضعیت آقای بروجردی و هوادارانشون صحبت بفرمایید. سالها به دلیل حمایت از جدای دین از حکومت و دفاع از حقوق بشر و حقوق اساسی انسانها در زندان هست. ایشون سالهاست که داره ایستادگی میکنه و کمپین میکنه برای اهدافش و از سال 2006 تا کنون حدود 2700 روز هستش که ایشون پیوسته در زندان بدون مرخصی و بدون وکیل دسترسی به وکیل و اکنون هم از داشتن هر گونه دارو و درمان و امکان دسترسی به دارویشون محروم شده. مدتی هستش که ایشون محروم شده و به خاطر وجود شکنجه های زیاد در زندان، اعمال شکنجه های زیاد در ایشون، آقای کاظمی بروجردی ناراحتی قلبی و تنفسی دارن، ناراحتی کلیوی دارن، پولومونری ادمه ها و به این شکل بدون رسوندن حتی یک قرص مسکن به ایشون دارن رنج میکشن و شکنجه میشن. ممنوع شده رسوندن دارو به ایشون، به نوشتن توبه‌نامه و همکاری با رژیم و این یک جور مرگ خاموش هست که به ایشون داره اعمال میشه. همطور که در گزارش ها هست ایشون 90% از بینایی جوشون هم از دست دادن. مورد دیگه که در موردشون صورت گرفته این هست که رسانه ها و روزنامه ها و تلویزیون های دولتی ایشون رو مورد هدف تخریب و ترور شخصیت قرار دادن. بارها موارد کذب رو در موردشون گفتن، سریال ساختن بدون اینکه ایشون حق دفاع از خودش رو داشته باشه و بتونه دفاع کنه یا تلویزیون در اختیارشون قرار بگیره که بتونه صحبت کنه. بارها به دادگاه ویژه رومانیت واقع در خیابان زعفرانی تهران برده شدن بدون حضور هیچ وکیل مستقلی و حتی در حین طی کردن دوران محکومیتشون مجددا ازشون بازجویی شدن و تهدید شدن. خانواده آقای کاظمی بروجردی هم همراه ایشون در 2006 هم بعدها بارها دستگیر شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن، مورد تهدید، شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتن که گزارش‌هاش رو می‌دونید. اکنون هم اونها مورد مانیتور هستن، تحت نظر هستن و پیگیری قرار میگیرن، تهدید میشن تلفنی یا حضوری اونشون رو میخوان به دادگاه. همچنین تعدادی از هواداران ایشون رو و گزارش های زیادی در مورد اخراج هوادارانشون از محل کارهایشون، حتی مواردی هم در محل کار خصوصی بوده، یعنی جای دولتی نبوده ولی مسئول مربوطه رو تحت فشار گذاشتن که باید این شخص رو اخراج بکنیم و همچنین تهدیدهای فیزیکی که تصادف با ماشین و کشیدن روی زمین بوده به خاطر تهدید و دست برداشتن از هواداری از آقای کاظمی بروجردی. هم مواردی از آوردن به طور ترور شخصیتشون یا باری کردن اتهاماتی به ایشون بوده. اگه این هست من خودم بتونم برد کنم. خانواده آقای کاظمی بروجردی از همسرشون و فرزندانشون که بارها تهدید شدن، شکنجه شدن، دستگیر شدن، هنوز پروندهشون باز هست، مدام اونها رو به دادگاه فرا میخوانم و تهدید میکنم. بعدی بود دادگاه ویژه روحانیت. آقای کاظمی بروجردی درخواست داشتن که ما موارد نقض حقوق بشر رو به طور فراجنایی و گسترده منتشر کنیم و بگیم
در مورد همه گروه ها و مخصوصا پیروان ادیان ما سایت هایی رو در خواست ایشون برپا کردیم، سایت تحلیل خبری بروجردی که همه به دو زبان مغز حقوق بشر در ایران رو گزارش میکنیم. اگر دوستان به ما گزارش بدن حتما بدون در نظر گرفتن جناح و دسته پخش میشه. و همچنین یک تلویزیون اینترنتی به نام اتحاد تیوی هست که برنامه های اون هم در مورد گفتگوی با ادیان هست، هم در مورد موارد نقض حقوق بشر برنامه هایی رو داره گزارش میکنه. کمپین ایشون رو داره به نام کمپین گفتگو با ادیان، اینترفیت کمپین. و اخیرا هم ما یک گروه رو درست کردیم به خواست ایشون به نام بی سی آر گروه، گروه جدی سیویل رایتس گروه، که این گروه هم به خاطر مقابله با فاندامنتالیست و اصولگرایی و به سلام خشونت های مذهبی هست میجنش و همچنین گفتگو با ادیان و مذاهب گوناگون، همچنین در مورد حقوق بشر و همچنین این گروه نهاد هم آموزشی هست هم تحقیقاتی. به خاطر و دستیابی بونگریم و دستیابی به جدای نهاد دین از حکومت که هدف و شعار اصلی آقای کاظمینی بروجردی هست و که ایشون معتقده بدون وجود چنین چیزی و بدون وجود بندن جدایی دین از سیاست ما نمیتونیم حتی حقوق بشر داخل ایران داشته باشیم و دسترسی به دموکراسی و حقوق بشر امکان پذیر نیست. عزیزان، حکومت اسلامی سه دهه است داره امتحان خودش رو پس میده. انواع اقسام جناح‌ها با رنگ‌های مختلف اومدن و آنچه که در چنته داشتن به ما نشون دادن. منتها آنچه که ما داریم می‌بینیم هیچ وقت نتونست ماهیت اصلی خودش رو که یک ناقض حقوق بشر و ناقض آزادی همه عقاید هست رو بپوشونه با هر رنگ و هر گروهی که اومده، با هر شعاری که اومده، گاهی بنیادگرایی شعار داده، گاهی اصلاح‌گرایی شعار داده، ولی نتونسته این رو نشون بده. و اکنون هم در گزارش‌ها می‌بینیم، همه عزیزان میان میگن امروز نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف اینجا هستن، اونایی هم که نیستن میتونن الان میشنون اعلام کنن جمهوری اسلامی با کدوم یکی از عقاید مذاهبی که وجود داره در داخل کشور موافقت خودش رو اعلام کرده، کدوم یکی رو آزاد گذاشته در برای انجام پرکتیسشون، برای انجام امور مذهبیشون، کدوم میتونن به راحتی ابراز عقیده کنن، خدای خودشون رو به زبان خودشون بپرستن؟ فقط یک بگید کدوم. اگر که جمهوری اسلامی خودش رو مسلمان و شیعه میدونه، من نماینده یک روحانی شیعه مستقل هستم، آقای کاظمینی بروجردی. ایشون هم شیعه است هم روحانی اسلامی هست. ایشون چرا الان 2700 روز داره زندان و شکنجه میشه به این شکل، هم خودش هم خانواده‌اش؟ یک دونه از صحبت‌های ایشون خارج از دین و از شیعه نبوده، تماماً از منابع شیعه صحبت کردن. چرا باید با ایشون هم برخورد بشه؟ بنابراین شما می‌بینید همینجا می‌تونیم یه نتیجه‌گیری کلی کنیم. همیشه اومدیم و صحبت‌ها رو گفتیم، نقض حقوق بشر رو اعلام کردیم، جنایت‌های حکومت رو گفتیم، جوری که دیگه شنونده‌ها دارن حساسیتشون از بین میره، انقدر وسیع بوده نقض حقوق بشر. من پیشنهاد میدم به این که بیان یه فکر اساسی بکنیم دیگه، فکر نمی‌کنم شکی باقی مونده باشه در مورد جمهوری اسلامی. از این نظر که جمهوری اسلامی هر کی رو که بازداشت می‌کنه بهش میگه، بهش حکم محاربه و دشمنی با خدا رو میزنه. اون چگونه خودش رو نماینده خدا میدونه که حاضر این طور صحبت میکنه و چطور خود مجاز هست که بگه دشمن خدا هستن؟ بهایی ها، دراویش، مسیحی ها، زرتشتی ها، سنی ها، شیعه ها، همه رو بازداشت میکنه و میگه محاربه. به چه مسندی اون به خودش این اجازه رو میده؟ نمایندگان ادیان با هم واکنش نشون بدن. من تشکر میکنم از نهاد سودوین، آقای دکتر نایب هاشم و خانم شعله و همچنین یه پیشنهاد رو مطرح میکنم و امیدوارم که بشه این رو به صورت یک موضع‌گیری توی سازمان ملل آورد. اونجور که شما میدونید این هستش که من دو تا پیشنهاد دارم. یکی این که بیاین با هم تصمیم بگیریم و بیانیه بدیم و یا حتی قطعنامه یا هر جور موضع‌گیری بکنیم که ما نمایندگان ادیان متحد با هم جمهوری اسلامی رو مخالف ادیان و خدا بدونیم. اون در اصل محاربه با خداست، با عملکردش داره نشون میده. عملکردش نشون میده چجور خدا رو بی اعتبار کرده. پس چرا ما نباید این کار رو بکنیم؟ اون محارب هست و اون نماینده ادیان نیست که بخواد کسای دیگر رو محارب بدونه.
بنابراین میشه این رو خواست و همچنین با سفارک گرفت از به اصطلاح نماینده ویژه ادیان در سازمان ملل. دومیش هستش که من توضیح اول بدم، آقای کاظمینی بروجردی به همه نمایندگان ادیان و همه دوستان از این سلام رسوندن و خواستن که پیام دوستی و احترامشون رو من برسونم به همگی و همچنین خواستن که اون رو به عنوان یک رهبر دینی مستقل به رسمیت شناخته بشه از سوی حتی سازمان ملل که یک جور مسئولیت هست برایشون و همچنین گزارشگر ویژه محترم ادیان با ایشون اگر ممکنه دیدار داشته باشه، این خواستشون هست که گفتم برسونم. پیشنهاد بعدیم هست که هر بار که جمع میشیم سعی بکنیم که نمایندگان ادیان و عقایدی که داخل زندان هستن رو بیشتر حمایت بکنیم و به رسمیت بشناسیم و کمک بکنیم که به خوبی این کار هم کمک به اونها برای مسئولیتشون میشه، هم این باز نشون دهنده خصومت رژیم با ادیان خواهد بود و حالت رسمی‌تری را میتونیم بهتر کنیم. با سپاس از توجه همه شما و با آرزوی سالی خوش و سرزن موفق.